سرخط خبرها، شروع حملات سنگین حزب الله از سمت شمال اسرائیل در حمایت از حماس، اعلام آمادگی آمریکا، بریتانیا و آلمان برای ارسال مهمات به اسرائیل، بیش از 2000 کشته و هزاران زخمی در اثر زمین لرزه در غرب افغانستان، و ضد حمله سنگین اسرائیل و بیش از 300 کشته و هزاران زخمی در غزه. مشروع اخبار، شروع حملات سنگین حزب الله از سمت شمال اسرائیل در حمایت از حماس. حزب الله لبنان اعلام کرد در حمایت از حملات روز شنبه حماس به اسرائیل، منطقه جبل دوف در شمال اسرائیل را هدف قرار داده است. بیمان می‌رود که این حمله حزب الله به گسترده‌تر شدن دامنه جنگ در منطقه بی‌انجامد. به گزارش تایمز اسرائیل، در این حمله که صبح روز یک شنبه 16 مهر انجام گرفت، سه مرکز نظامی اسرائیل با راکت و آتش توپخانه هدف قرار گرفتند. بنابر گزارش‌ها یک مرکز راداری در بین اهداف حزب الله بوده است. حزب الله در بیانیه این مسئولیت این حمله را پذیرفت و اعلام کرد در همبستگی با مقاومت فلسطین دست به این اقدام زده است. ارتش اسرائیل نیز در پاسخ با حملات توپخانه‌ای و پهپادی مواضع حزب الله را هدف قرار داد. این ارتش اعلام کرد در پاسخ به حمله راکتی از جنوب لبنان به این کشور، نقاطی که از آن گلوله شلیک شده را هدف قرار داده است. اسرائیل همچنین گفت از طریق پهپاد به یک مقر حزب الله در منطقه هاردوف در امتداد مرز لبنان حمله کرده است. در مقابل، حزب الله لبنان اعلام کرد به مزارعی که تحت کنترل اسرائیل است حمله راکتی و توپخانه‌ای انجام داده است. هنوز از تلفات احتمالی این درگیری‌ها خبری منتشر نشده است. الجزیره به نقل از یک خبرنگار روزنامه اسرائیلی هارتس نوشت، تداوم درگیری‌ها میان حزب الله و اسرائیل به بحرانی برای اسرائیل بدل خواهد شد. این خبرنگار گفت در این صورت اسرائیل باید در دو جبهه بجنگد و این چیزی است که تاکنون با آن مواجه نشده است. الجزیره حمله حزب الله را محدود و هشداری به اسرائیل دانست و نوشت در حمله امروز حزب الله از موشک‌های دوربرد استفاده نشده است و شهرهای اسرائیلی هدف قرار نگرفتند. اعلام آمادگی آمریکا، بریتانیا و آلمان برای ارسال مهمات به اسرائیل. حملات مرگبار حماس به اسرائیل و شدت گرفتن تنش‌ها در منطقه واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. رهبران بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، بریتانیا و آلمان ضمن حمله عملیات حماس، همبستگی خود را با دولت و مردم اسرائیل اعلام کردند. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا حمله حماس را بزدلانه و شرورانه خواند و گفت: همانطور که وحشیگری جنایت حماس آشکار تر می شود، ما بی تردید در کنار اسرائیل هستیم. او افزود: با شرکای بین المللی خود برای هماهنگی پشتیبانی از اسرائیل همکاری خواهیم کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز در کاخ سفید گفت: واشنگتن هیچگاه از حمایت از اسرائیل دست نخواهد کشید. او هشدار داد طرفهای متخاصم اسرائیل به دنبال سوء استفاده از شرایط موجود نباشند. اولاف شولز صدر اعظم آلمان عملیات حماس را هولناک و شوکه کننده خواند و افزود: برلین در برابر این حمله در کنار اسرائیل ایستاده است. همزمان وزارت خارجه چین از افزایش خشونت‌ها در منطقه به شدت ابراز نگرانی کرد و خواستار خویشتنداری و آرامش طرف‌های درگیر و پایان فوری خشونت‌ها شد. رئیس کمیسیون اروپا هم گفت حملات حماس تروریسم در نفرت انگیزترین شکل آن است. دبیر کل اتحادیه عرب نیز خواستار توقف فوری چرخه رویارویی مسلحانه در منطقه شد. بیش از 2000 کشته و هزاران زخمی در اثر زمین لرزه در غرب افغانستان. سخنگوی وزارت رسیدگی به حوادث طالبان گزارش داد که تعداد جان باختگان زمین لرزه روز شنبه در هرات به 2053 نفر رسیده است. بیش از 9000 نفر دیگر نیز در این زمین لرزه زخمی شدند. به گفته یک مقام طالبان، حدود 1329 خانه نیز در این زمین لرزه تخریب یا به طور کامل ویران شدند. این در حالی است که مقام‌های طالبان تاکنون آمار متفاوتی از تلفات زمین لرزه در هرات در غرب افغانستان ارائه کردند. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانستان تحت کنترل طالبان نوشت تعداد جان باختگان زمین لرزه هرات به بیش از 500 تن رسیده است. رویترز به نقل از منابع بیمارستانی نوشت که بیشترین قربانیان این رویداد زنان و کودکان هستند. و ضد حمله سنگین اسرائیل و بیش از 300 کشته و هزاران زخمی در غزه. وزارت بهداشت فلسطین دقایقی پیش در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرد که تا این لحظه 313 فلسطینی در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به این باریکه به شهادت رسیدند. این وزارتخانه شماره مجروحان را هم 1990 نفر اعلام کرد. در بین این شهدا 20 کودک فلسطینی نیز دیده می شوند. از سوی دیگر، جنگنده های صهیونیستی خانه زکریا ابو مومر، یکی از رهبران جنبش حماس در شهر
خان یونس در جنوب نوار غزه را بمباران کردند که تای آن 5 نفر زخمی شدند. بنابر اعلام منابع فلسطینی، رژیم صهیونیستی تاکنون منازل رهبران حماس به شهر حزیر را بمباران و تخریب کرده است. فتحی حماد، کمال ابو اون، ابو معاذ السراج، غازی حمد، صلاح البرودی، یحیی از سنوار، محمود از دهار، نزار عوض الله و اسامل دعالیس.